در انتهای شب اول بریم یه نگاهی به نقاط مثبتش بندازیم، بعد بریم سراغ نقاط ضعفش. نکته مثبت اولی که به چشممون میاد بازی این خانومه. این پلان رو ببینید. نظر سیاه باش. با اینکه دکوپاژ بد، کامپوزیشن بد، ترکیب قاب بد، میزانسن تقریبا بد، اما این خانوم بازیش این حس رو به ما میده که واقعا خجالت زده است و در این حال چون از قبل تصمیم گرفته که یک حقیقتی رو، یک نکته‌ای که نسبت به خودش خجالت میکشه رو بیاد به شخصیت پارسا پیروزفر بگه، ما این رو کاملا توی صداش حس میکنیم و این حضورش اون حس رو به ما میده. نکته مثبت بعدی چیه؟ اینه که سریال با اینکه خط داستانی اصلی نداره، با اینکه سوال مشخصی نداره. آقا سوال مشخص چیه؟ به طور مثال والتر وایت میتونه اون مقداری که باید و میخواد برای خانوادش پول بذاره، از خودش به ارث بذاره یا نه؟ سوال اصلیه، سوالی که باعث میشه ما 5 فصل یک سریال رو دنبال بکنیم. در انتهای شب همچین سوالی نداره، خط داستانی اصلی نداره، اما فیلمنامه هر اپیزود اونجوری طراحی شده که ما در انتهای هر اپیزود با مواجهه در مقابل یک سوال کوچولو، یک داستان فرعی ترغیب میشیم که دنبال بکنیم و بریم قسمت بعد رو ببینیم. نکته مثبت بعدی، نورپردازی سریال با اینکه یک جاهایی مثلا توی شبها فضاهای داخلی بسیار متفاوت از فضاهای خارجی و روزها و یک جاهایی مثلا اینجا رو ببینید، تو چشات یه چیزی خاموش شد، اذیت کننده از حجم نور. ما ایرادات این شکلی میتونیم بگیریم به نورپردازی سریال، اما با وجود تمام نکات منفی و اون قسمت‌هایی که بد کار شده، یک پله از افعی تهران و جنگل آسفالت و سریال‌های دیگه جلوتره. نمونه مثبتش رو کجا میبینیم؟ توی این پلان. اینجا یک نور طبیعیه که ما میتونیم بپذیریم که شخصیت ما خوابیده و نور خوابه. نوری که شما تو هر خونه برید، اکثر خونه ها موقعی که شبا میخوابن این شکلیه. حالا اینو مثلا مقایسه بکنید با پلان ها و سکانس هایی که پیمان معادی مثلا تو افعی تهران میخواست بخوابه، ببینید این چقدر طبیعی تره. یا نکته مثبت بعدی، فضای سریال، شخصیت ها، فیلم نامه، توشون زندگی جریان داره. به مسائلی هر چند سطحی، هر چند خیلی گذری، اشاره هایی میشه که میتونه در این حال که سرگرم کننده است، بیننده رو با خودش همراه بکنه و اون زندگی که توش جریان داره، مثلا رابطه پدر و کودک تا حدودی طبیعیه، درسته، استاندارده، یا مثلا رفتار پدر با شخصیت هدا زین‌العابدین و اون مثلا نگاه هایی که نسل های گذشته دارن که خیلی وقتا اشتباهه، منطقی نیست، بر پایه عرف قدیمیه که توی ذهن خودشون ساخته شده. اینا باعث میشن که ما بتونیم تا حدودی با داستان ها همراه بشیم. یا نکته مثبت دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که فیلم نامه و کارگردانی یک جاهایی با مکس گذاشتن ها و با این سکوت هایی که می سازن می تونن این فرصت رو به بیننده بدن که مقداری فکر بکنه و تلاش نمی کنن که سکوت رو دائما پر بکنن. به طور مثال یه نمونه خوبش رو با هم ببینیم. می خوای برات داستان بخونم؟ مثلا این مکسه، این خورده شدن کلمات، این تعللی که وجود داره خوبه و میتونه حتی بیشتر هم باشه. مثلا این پلان رو ببینید. مثلا همینجا پارسا پیروزفر حالا به اون تخته یک نگاهی میکنه که میتونه یادآور یک سری خاطرات باشه، یک هویتی داشته باشه. نگاهش رو، همین درو بستن و رفتنش رو ما میتونیم با سکوت نشون بدیم، میتونیم بسپاریم به خود بیننده که چه حسی رو بگیره. زمانی که میایم از موزیک استفاده میکنیم، خود به خود ما داریم این رو بهش حقنه میکنیم که تو الان باید مثلا احساساتی بشی، مثلا نگاه رومانس داشته باشی به داستان. اما
این مکسی که بود قبل از این دیدیمش، نمونه های اون شکلی که وجود داره توی سریال میتونن کار بکنن. سریال در انتهای شب با تمام خوبی هایی که ذکر کردیم و میشه قطعاً چیزهای دیگه هم بهش اضافه کرد، یک سری مسائل، یک سری ایرادات کوچیک و بزرگ وجود دارن که اجازه نمیده سریال از یک حدی بالاتر بره. بریم دونه دونه نگاهی بندازیم به اون مسائل. مثلا این پلان رو ببینید. انگار یکیو میخواستم هرچی هرس دارم سرش خالی کنم. جنس بازی که هدا زین‌العابدین اینجا و جاهای دیگه سریال جز یک سری استثناها که خوب بوده، جنس بازی که به ما میده یک بازی کاملا تکنیکیه. بازی تکنیکی یعنی چی؟ یعنی کلن متضاد مثال بازی که آلپاچینو میکنه، متضاد بازی که دنیل دی لوئیس میکنه. بازی تکنیکی یعنی این که شما یک سری اکت رو به صورت پیشفرض برای خودتون آماده کردید. من میخوام گریه بکنم، ابروم باید این شکلی بشه، چشمام باید به این شکل در بیاد، صدام باید این حالت رو بگیره. بازی تکنیکی یه خوبی داره یه بدی داره. خوبیش چیه؟ اینه که بازیگر اذیت نمیشه. مثلا تو متد اکتینگ و مدل کاری که دنیل دی لوئیس یا دیکاپریو یا هیث لجر و اینا میکردن و میکنن، اتفاقی که میفته اینه که بازیگر بسیار بسیار اذیت میشه، به خاطر اینکه موقعیتش، شخصیتش، شخصیت مقابلش، داستان، همه اینها رو باور میکنه و بازی نمیکنه. اما کاری که هدا زین‌العابدین میکنه بازیه. جلوی دوربین قرار میگیره، با استفاده کردن از یک سری تکنیکی که خیلی هم ساده هستن، تلاش میکنه که مثلا گریه بکنه. اتفاق بدش چیه؟ اینه که تأثیرگذار نیستن. در این حال که ریتم رعایت نشده و شخصیت ما و بازیگر ما دائما تلاش میکنه کوچکترین اکت ها رو، کوچکترین اتفاقات رو، کوچکترین دیالوگ ها رو دراماتیک بکنه، این دراماتیک کردنه به چشم میاد و زمانی که ما میبینیم متوجه میشیم که بازیگر داره تلاش میکنه برای اینکه دیالوگ ساده رو دراماتیکش بکنه، کوچکترین اتفاقات رو دراماتیک بکنه و این اتفاق باعث میشه که بازی اگزاجره بشه، تو ذوق بزنه و در کنار دیگر بازیگران این بازی که هدا زین‌العابدین داره ارائه میده خارج از حد استاندارده. هدا زین‌العابدین انقدر گریه کرده، انقدر احساساتی شده، انقدر بغض کرده که خود به خود تأثیر گذاریش رو هم از دست داده. نکته منفی بعدی، قابندی های بسیار بسیار بد که خارج از هر گونه استانداردی در هر کجای دنیاست. به طور مثال این پلان رو ببینید. به زود. نمیدونم، من خواب بودم. توی گفتی شبا خوابم نمیبره. دو تا حالت داره اینجا. یا میخوایم که تمرکزمون، نقطه طلایی قابمون، اون جایی که بینندمون نگاهش بکنه این باشه که هدا زین‌العابدین رو ببینه. اگر قرار این باشه، مقداری باید پلان بسته تر باشه و شخصیت پدرام شریفی مقداری بره اونورتر. یا یه حالت دیگه داره که پدرام شریفی هم جزو اون قسمتیه که باید بهش توجه بکنیم. اگر هم این باشه، مقداری باید پلان بازتر باشه یا این که پدرام شریفی هم نزدیکتر باشه به هدا زین‌العابدین، اون هم توی قسمتهای طلایی قابمون قرار بگیره. این وسط رو گرفتنه یک حسی به ما میده، فیلمبردارمون، کارگردانمون ترکیب بندی، قاب بندی، کامپوزیشن نمیشناسه و نمیدونه چجوری قابش رو ببنده. یا این یکی نمونه رو با هم ببینیم. مثل همه چیز دیگم عوضش تو یه اینجا هم اتفاقی که افتاده، بازیگر ما، نگاه بکنید بالای سرش رو، ما یک اصطلاحی داریم توی سینما و توی فیلم برداری، اینه که یک هدرومی بذاریم این بالا، یعنی یک فاصله‌ای با سر مثال بازیگر و انتهای قاب اون بالا. ولی اینجا این که یک مسئله خیلی کوچیکیه، خیلی چیز جزئی و ساده‌ایه، رعایت نمیشه. قاب‌های به شدت غیر استاندارد می‌بینی. البته توی یک سری از کارها مدل‌های متفاوتی هستن که مثلا این ساختارها شکسته میشه. اما توی مثلا سریال در انتهای شب حتی اون سبک ها هم رعایت نشده، یعنی یه چیز شرطی شبکی عجیب و غریب داریم میبینیم. نمونه هاش رو ببینید دیگه. نمونه دیگه از پلانی که اشتباهه، غلطه، اصلا بی نیازه اثر از این که بخواد از همچین پلانی استفاده بکنه، اینو ببینید. مثلا اینا اینجا
دعوا کردن، بعد کل تایم دعوایی که دارن میکنن ما پایین بودیم، نزدیکشون بودیم، پلانهای میدیوم کلوزآپ ازشون میدیدیم و کلوزآپ. بعد یهو کات میزنه از این زاویه تاپ، یه نمای مثلا فول شاتی رو به ما نشون میده، یه نمای بازتری رو به ما نشون میده. چرا؟ کارکرد این پلان چیه؟ یک موقعی هستش که مثلا شما دارید یک فیلم جنگی میبینید، یا مثلا میخواید تنهایی یک شخصیتی رو در یک محیطی، یک فضایی، توی بیابونی، توی بارونی، برفی، جایی، یک چیزی که این مهم باشه، یعنی زمانی که ما میایم از بالا میبینیم، به یک درک جدیدی برسیم. اینجا ما به چه درکی میرسیم؟ یعنی نه میزانسنمون آرایش خاصی داره، نه اساسا اگر اینو حذف بکنیم اتفاقی میفته. مثلا این یکی پلان یا این یکی، شما بیاید ادیت بکنید، اینا رو بردارید از توی کار، اتفاقی میفته؟ لطمه ای میبینه در انتهای شب؟ نه، به خاطر اینکه اضافی هن. زمانی یک اثری تبدیل به اثر خوب، عالی، فوق‌العاده میشه که شما نتونی یه پلان از توش برداری، نتونی دست ببری یک چیزی رو بکشی بیرون، اون موقع همه چیز مکمل همدیگن، همه چیز در کنار همدیگه درست طراحی شدن. یا به طور مثال یک قدم بریم جلوتر، ما بازیگران فرعی داریم توی سریال که به واسطه داستانهای مختلف وارد کار میشن. اونایی که با تجربه ان، خودشون با استعدادن، عملکردشون خوبه، مثل رضا بهبودی، سیامک سفری، این خانوم یا این یکی خانوم، اینا خوبن، عملکردشون مثبت و درسته. اما زمانی ما میتونیم به کارگردان ایراد بگیریم که با بازیگرهای کم تجربه کار میکنه. به طور مثال این پلان رو ببینید. یکی دیگه اینا دست به یقه شده بودن، یارو شروع خفه میکرد. جدا از اینی که این مهمونیه فوق‌العاده تصنعی طراحی شده، خنده های الکی تو صورتمون میزنه، چقدر بد این بازیگر بازی میکنه. اگر کارگردان ما با تجربه باشه قطعاً گوش زد میکنه بهش که شما نیاز نیست این حجم اکت تصنعی رو بریزی بیرون، میتونی خیلی آرومتر و پایینتر بازی بکنی، میتونی انقدر تصنعی دیالوگ نگی. و کارگردان ما نمیتونه اینها رو مدیریت بکنه. نمونه های دیگه‌اش رو هم میبینی، مثلا این خانم یکی خفتت کرده روت نمیشه به ما بگی. اگه بازیگر با تجربه باشه، اسم رستوار باشه، ما نصف ایراد رو میذاریم گردن بازیگر. اما زمانی که بازیگره بی تجربه است، تقصیر کارگردانه. یه مشکل اساسی دیگه که سریال در انتهای شب داره چیه؟ اینی که سردرگمه، نمیدونه کجا میخواد بره، نمیدونه مسیرش چیه. هر اپیزود رو اومدن یک داستانهایی رو نوشتن که این داستانها شاید به تنهایی بخوای بررسیشون بکنی، بعضیاشون سرگرم کننده و جذاب باشن، اما زمانی که میایم داخل یک مجموعه اینا رو بررسی میکنیم، میبینیم بسیاریشون اضافی و تصنعی هن و اصلا نیازی نیست به حضور این داستانها. به طور مثال این اپیزود مجمع الجزایر گولاک یا گولاک، این شما کل اپیزود رو حذف بکنید چه اتفاقی میفته؟ ببینید، ما زمانی میگیم یه فیلمنامه خوبه، فیلمنامه مهندسی شده است، که یک داستان اصلی داشته باشیم و بقیه داستانهایی که نوشته میشن لینک پیدا بکنن به این داستان اصلی، مکمل داستان اصلی باشن. به طور مثال بریم یه نمونه موفق ایرانیش رو بررسی بکنیم. اینو ببینید. میشه آقای زر جمع جورتر بشینه؟ این پلانی که دیدیم مربوط به فیلم فروشنده بود. تم اصلی فیلم فروشنده چیه؟ تعرض به حریم خصوصی، آزار و اذیت جنسی یا غیر جنسی، ورود به یک حریمی که شما بهش اجازه ندارید. و شما میبینید داستان فرعیش رو چی طراحی کرده؟ اینی که شهاب حسینی توی یک ماشینیه و یک بحثی پیش میاد با یک خانومی که دوباره همین تمه کاملا کامل کننده یه تم اصلیشه. یا مثلا سر کلاس داره فیلم گاو رو نشون میده. فیلم گاو موضوعش چیه؟ تبدیل شدن به گاو، یا به قول غربی ها بیکامینگ، شما از یک چیزی تبدیل به یک چیز دیگه بشید. و دانش آموزا از شهاب حسینی میپرسن که آقا آدم چجوری گاو میشه، و جواب شهاب حسینی رو ببینید. به مرور. و توی همین فیلم هم
شهاب حسینی از اون آدم آرومی که میگه شاید اون خانم حق داشته، سعی میکنه اهل مدارا باشه، به جایی میرسه که خودش تبدیل به کسی میشه که میخواد انتقام بگیره. ببینید چه جوری درست کنار هم دیگه چیده شدن. یا مثلا اینجا ولش میکنه چون دارم نقشه فاحشه رو بازی میکنم، غلطی دلش میخواد میشه بیا برید. اینجا هم دوباره قضیه چیه؟ تعرض، آزار کلامی، تعرض به حریم خصوصی. یا مثلا اینجا خونهشون رو مجبور شدن ترک بکنن و اومدن داخل این خونه جدیدشون. اگه نمیومدن تو این خونه این اتفاق میافتاد؟ نه نمیافتاد. پس تمام پلانهایی که ما از ریختن خونه اون ابتدا میبینیم معنا و مفهوم پیدا میکنه. ما نمیتونیم اون ابتدا رو حذف بکنیم به خاطر اینکه نیاز اون باشه. اگر اون نمیبود این اتفاق براشون تو خونه جدید نمیافتاد. یا مثلا کاری که خانم آیدا پناهنده میکنه چیه؟ یه سری مسائل تو ذهنشه. مثلا تو این اپیزود وفی سبت را در کنار تخت خود از آب گرفته باشه. مثلا میخواد یک رفرنسی بده به یک کتاب معروفی، یک سری جمله رو شخصیتش میاد میخونه و تلاش میکنه با صدای اون مثلا بیاد اولین رابطه جنسی اینا رو دور هم بزنه، مثلا ممیزی ها رو یک مفهومی از توش بسازه. خیلی خوب، خیلی عالی، ولی باید اینا به هم دیگه لینک پیدا بکنه. یعنی باید یه جوری باشه که ما نتونیم این مونولوگ پارسا پیروزفر رو حذف بکنیم، ولی الان میتونیم حذف بکنیم. مثلا ایشون یه سری چیزا تو ذهنشون بوده و اصطلاحا مثلا تو فیلم نامنویسی بهش میگن که کت دوختن برای دکمه. شما انگار یه دکمه ای دارید، میخواید بر اون دکمتون پیراهن بدوزید، کت بدوزید، یعنی از جز به کل رفتن. یه ایده تو ذهنتونه، میخواید هر طور شده اون ایده رو پیاده بکنید تو کارتون. اگر فیلم نام نویسی بلد نباشید اتفاقی میفته که برای خانم پناهنده افتاده، برای سریال در انتهای شب افتاده. اما اگر مثل فرهادی بلد باشید اون اتفاق میفته. مثلا فرهادی اینجا میخواد یک به قولی متلک سیاسی بندازه، میخواد یک حرف سیاسی اجتماعی بزنه و مهمه براش. ببینید چه جوری طراحی میکنه. اینو نگاه بکنید. گذشتین این شهر همه رو خراب کرد، دوباره از نو ساخت. والله خب همه اینا رو یه بار خراب کردن دوباره ساختن، این حساب در اومد. دیدید چه جوری اون حرفی که میخواد بزنه رو که میتونه یک حرف حاشیه‌ای باشه رو آورده تو دل داستانش. خب اینا خونهشون خراب شده، مجبور شدن خونه اصلیشون رو ترک بکنن و در روند قصه اومدن توی خونه جدید. خب طبیعیه که اینجا شخصیت بیاد بالا پشت بوم وایسته، با دوستش در رابطه با معماری صحبت بکنه. اما خب این صحبتش در بطن اصلی داستان، در اون روایت لایه اولمون، صحبتش راجبه واقعا اون ساختمونا صحبت میکنه. حالا تو لایه دوم میتونه صحبت فلسفی باشه، تو لایه سوم میتونه سیاسی باشه. ببینید چه جوری قشنگ کنار هم دیگه چیده شده. حالا تو در انتهای شب چه اتفاقی میفته؟ مثلا این اپیزودمون، با اینکه سیامک سفری بازیش خوبه، اون خانومه خوبه، یک جاهایی حالا یک سری دیالوگای خوبی گفته میشه، اما اساسا چرا باید بیان توی یک همچین محضری؟ اگر یک محضر دیگه میرفتن چی میشد؟ یعنی قصه در انتهای شب آسیبی میدید؟ قسمت بعدیش رو نمیتونستیم ببینیم؟ خب بالاخره اینا طلاق گرفتن. خب چی شد اومدن اینجا؟ و این که مثلا دوتا برادر که شکل هم دیگن، یکیشون حالا مثلا عاقد ازدواجه، یکیشون خطبه طلاق میخونه. خب اوکی، نباشن چه اتفاق میفته؟ یعنی این همه دیالوگ نباشه چی میشه؟ این شخصیت های نسبتا فانتزیمون نباشن چی میشه؟ اینا به هم دیگه پیوستگی ندارن، لینک نمیشن به هم دیگه، اونجوری به هم نچسبیدن که بخوایم یه تیکه رو برداریم کلش به هم بریزه. اضافیات اینا و همین هم یک مشکله. ما الان نمیدونیم با یک سریال درام طرفیم، نمیدونیم با یک سریال فانتزی طرفیم و هی سردرگم اثر. یا مثلا در کنار خانوم هدا زین‌العابدین آقای پدرام شریفی، چقدر بدن، چقدر ایشون هر جایی که بازی میکنه بده. من فکر میکنم نزدیک 20 تا فیلم سینمایی بازی کرده آقای پدرام شریفی، اما هیچی، یک نقش ازش تو ذهن شما نیست. مگه میشه یه آدم این همه فرصت داشته باشه و همه رو بسوزونه؟ ببینید مستاق بارز اون کسیه که اومده یک پست و مقامی رو گرفته و برای اون کار ساخته نشده. خب زمانی که این اتفاق بیفته اون آدم انگار داره یک پستی رو، یک مقامی رو، یک نقشی رو خراب میکنه. مثلا جای پدرام شریفی شما الان بیاید هوتن شکیبا رو بذارید، آیا بازی که به ما میده همین میشه؟ قطعا بهتر میشه. پارسا پیروزفر
نسبتاً عملکرد استانداردی داره و نسبتاً اوکیه، اما یک جاهایی ما مشکلات کوچیکی میبینیم که هم به اون برمیگرده هم به کارگردانی. مثلا اینو ببینید. تو چشات یه چیزی خاموش شده. اینجا بعد از رابطه جنسی اولشون خانوم اومدن میگن که شما یک چیزی تو چشمت خاموش شده، یک برقی انگار از نگاهت رفته. خب این برقی که رفته کجای پارسا پیروزفره؟ یعنی کجا ما میبینیم که این برقه رفته؟ اون نگاه خاصی که این خانم میگه کجا بوده و الان از کجا رفته؟ اگر یه اثر صوتی باشه، مثلا یک نمایشنامه صوتی ما بخوایم گوش بدیم، زمانی که این دیالوگ رو میشنویم که مثلا برق نگاهت رفته، یه چیزی از تو چشمات رفته، خب ما ذهنمون خودش تصور میکنه، خودش میسازه این قبل و بعد رو. اما ما داریم اینجا یک اثر تصویری میبینیم که به واسطه تصویر میخواد یک داستان رو روایت بکنه. کجاست؟ اصلا برقه کجاست؟ حالا برقه که رفته کجاست؟ ببینید؟ هیچ تفاوتی نمیبینید. حالا یک سوال، وظیفه نقد و منتقد در مقابل همچین اثری چیه؟ اثری که نکات مثبتی داره، نکات منفی هم داره، اما از یک حدی بالاتر نمیتونه بره. درستش اینه که نقده کمک بکنه به مخاطب که یک مقداری چشماش تیزتر بشه، گوشش تیزتر بشه، ذهنش بازتر بشه و در این حال به فیلمساز هم کمک بکنه که بدونه کجا وایستاده، نقاط قوتش چیه، روش بیشتر کار بکنه، بیشترش بکنه، نقاط منفیش رو هم بدونه که چه جاهایی رو اشتباه رفته و اصلاح بکنه. با این تفاسیر نمره‌ای که من بخوام به سریال در انتهای شب بدم نمره 5.5/10 و این تصویری هم که میبینید مجموعه نمراتی که تا حالا ما اینجا در خدمتتون بودیم و به سریال‌های ایرانی دادیم. ممنون که تو این ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.